مقام‌های سعودی از اجرای حکم اعدام محمد اسعد شاخوری در شهر عوامی استان شیعه نشین قطیف خبر دادند. همکارم در رابطه با تداوم اعدام شیعیان در عربستان سعودی گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. حکم اعدام محمد اسعد شاخوری در شهر عوامی استان شیعه نشین قطیف روز یکشنبه 30 ژوئن 2024 به اجرا درآمد. وی ششمین زندانی شیعه است که در سال جاری از منطقه شیعه نشین قطیف اعدام می شود. اتهام های وارده به محمد اسعد شاخوری توسط دستگاه های امنیتی حکومت سعودی ارتکاب به جنایت تروریستی شامل آموزش استفاده از سلاح، ساخت مواد منفجره، پنهان کردن عناصر تروریستی تحت تعقیب و سپس تشکیل یک سازمان تروریستی با هدف کشتن شهروندان است. به گفته ناظران حقوق بشر این نوع اتهام ها بخشی از یک کارزار سرکوبگران است که فعالان سیاسی و خواهان اصلاحات آن را برای سرپوش گذاشتن بر مقابله با شیعیان صورت گرفته است. گفتنی است که شاخوری 8 سال پیش به دلیل مشارکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز که کشور سعودی شاهد آن بود دستگیر شد و در طول مدت بازداشت طبق گزارش‌های حقوق بشری تحت شکنجه‌های شدید و مستمر قرار گرفت تا زمانی که او در مکانی نامعلوم اعدام شد. این روند ضد حقوق بشری باعث ایجاد سوال‌هایی در مورد معیارهای عدالت و رویه‌های قانونی انجام شده توسط مقامات سعودی می‌شود. اعدام اخیر شاخوری جرقه‌ای در محافل حقوق بشری برانگیخته، به ویژه که نام او در فهرست افرادی که توسط سازمان‌های حقوق بشری در معرض تهدید به اعدام قرار نگرفته بود. سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی در این رابطه خاطر نشان کرد اجرای حکم اعدام محمد اسعد شاخوری در شرایط ناعادلانه حکایت از افزایش اعدام‌ها در عربستان سعودی است و با اظهارات حکومت در مورد کاهش استفاده از مجازات اعدام در تناقض است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و خانواده‌های زندانیان از جامعه بین‌المللی خواستند به مقام‌های سعودی فشار بیاورند تا اجرای احکام اعدام را متوقف کنند و از محاکمه‌های عادلانه و شفاف برای زندانیان سیاسی اطمینان حاصل کنند. با اجرای این حکم اعدام، وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی همچنان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به شدت نگران کننده به نظر می‌رسد و تداوم این سیاست سرکوبگرانه نشان دهنده چالش بزرگی برای اصلاح و تغییر تلاش‌ها در حکومت است و نیاز به مداخله‌های بین‌المللی برای حمایت از حقوق بشر و تضمین عدالت را تقویت می کند. از جلیل مقدم، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی از تهران، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای مقدم سلام و عرض ادب. آقای مقدم، با توجه به اینکه چندمین اعدام از شیعیان منطقه قطیف در سال جاری با اتهام‌های غیر واقعی میباشد، از نظر شما چه راهکارهایی برای تغییر روی عربستان سعودی در زمینه وجود داره؟ بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. ببینید، این بحث هایی که در خصوص تبعیض‌های دینی قومی در کشورها میشه، خب طبیعتاً با توجه به مداخله ها و نفوذی که نهادهای مدنی دارن، نهادهای مدافع حقوق بشر دارن، زیر ذره بین هست. دولت عربستان هم اگرچه که آماری که دادید کار رو داره توسعه میده، شاید شدت عملش، شدت برخوردش با شیعیان که اقلیت اون کشور محسوب میشن افزایش پیدا کرده، اما قطعا اگر بخواد برنامه های توسعه خودش رو پیش ببره باید تجدید نظر کنه. قطعا فشارهای نهادهای بین المللی میتونه دولت عربستان رو
مجبور کنه به اینکه تجدید نظر کنه در خصوص این رویکردش و همینطور که مستحضری برنامه هایی که عربستان برای توسعه در نظر گرفته مستلزم جذب سرمایه گذاری خارجی هست و این اگر موکول بشه، منجر بشه به یک تنش و بخواد ادامه پیدا بکنه در این جهت قطعا دولت عربستان به مشکل خواهد خورد و جذب سرمایه گذاری خارجی رو در این زمینه دوباره خطر میکنه و به نظر من مثلا دولت بن سلمان مجبور خواهد بود برای اینکه اون مشکل رو حل کنه و این مشکلی براش پیش نیاره بره به سمت اینکه تجدید نظر کنه در برخوردش با شیعیانی که اقلیت هستن و دارن زندگی میکنن و حق قانونیشون هست که در کشور عربستان مانند سایر شهروندان به شما عرض کنم که از امتیازات اون شهروندی برخوردار باشن. آقای مقدم، با توجه به ادعای بن سلمان نسبت به اصلاحات در عربستان سعودی با وجود این گونه رفتارها، آیا این ادعا را واقعی میدونیم؟ عرض کردم ممکنه واقعی نباشه، ولی خوشبختانه در فضای کنونی که ما زندگی میکنیم نمیتونه عملیاتی واقع بشه و از زیر ذره‌بین گزارشگران، فضای مجازی، رسانه‌ها مخفی بمونه. اگر که ادعای بن سلمان و حکومت عربستان در حدود برخورد با شیعیان غیر واقعی باشه، خیلی راحت این کشف خواهد شد و دولت عربستان رو مجبور می‌کنه به اینکه واقعیت‌ها رو کتمان نکنه و یا اینکه اون برخوردها و واقعیت‌ها رو تایید کنه که به ضررش خواهد بود یا اینکه تجدید نظر کنه. ولی نکته مهم همینطور که عرض کردم اینه که در کشور عربستان برای این برنامه‌های بزرگی که پیش بینی کرده یکی از چالش‌ها خواهد بود که بخواهد این مواجهه با اقلیتی که حق قانونیشون هست در کشور عربستان مثل سایر شهروندا از امتیازات شهروندی استفاده کنن و زندگی کنن بدون هیچ تبعیضی، این رو دچار مشکل خواهد کرد و چالش جدی خواهد شد برای عربستان. بنابراین هیچ شما عرض کنم که دلیل بر شما عرض کنم بهانه‌ای نمی‌تونه باشه برای دولت عربستان که این تبعیض‌ها رو ادامه بده و بخواد خدای نکرده در خصوص برخورد با شیعیان که اونجا دارن زندگی کنن تشدید عمل داشته باشه و مجازات‌ها و رفتارهایی رو داشته باشه که دور از شما عرض کنم واقعیت ها دور از انتظار جامعه جهانی هستش. بله، با تشکر از جلیل مقدم، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی از تهران که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.